مثل روز روشن شد این منطقه، با اینکه ما نزدیک به 5 مایل فاصله داریم. من این موبایلم رو جلو گرفتم به خاطر که دارم تصاویر رو به صورت مستقیم رصد میکنم. نور بسیار زیادی داشت اینجا، مثل روز روشن شد و بعد حدوداً فکر کنم بین 8 تا 10 ثانیه طول کشید تا صدای بسیار عظیمی که واقعاً پرده دیافراگم ما اینجا می‌لرزید و همه اینجا داشتن جیغ می‌زدن و بالا پایین می‌پریدن و خوشحال از اینکه این پرتاب بالاخره انجام شده بود، چون دیروز واقعاً خیلی اومده بودن اینجا و تا حدودی زیادی سرخورده برگشتن بعد از اینکه ناسا به تعویق انداخت. و بعدم امروز قبل از اینکه بخواد پرتاب صورت بگیره، ناسا گفت یک پنجره دیگری را هم واسه روز یکشنبه تعیین کرده. همه گفتن خب احتمالاً پس امروز هم دوباره به تعویق میافته، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. فعلا ناسا داره تصاویر در واقع متخصصینش رو پخش میکنه، برای اینکه همونجوری که به شما عرض کردم موشک از دید ما خارج شده است، در بخش دیگر زمین، کره زمین هست، داره دور میزنه، توی مدار قرار گرفته. ایستگاه فضایی بین المللی در مدار تحتانی زمین است، حدودا 400 کیلومتر با زمین فاصله دارد. انتظار داریم الان حدوداً 29 دقیقه 30 دقیقه گذشته است از پرتاب فالکون 9، انتظار داریم حدوداً تا 15 دقیقه دیگر به مدار برسد و اونجا کپسول دراگون بعد از اون دیگه تقریبا رسیده است به همون ارتفاع، همونجور که عرض کردم، با اینکه با تقریبا کمتر از یک ساعت میرسد به ایستگاه فضای بین المللی، اما پروتکل های ناسا میگوید باید یک روز در همون هول و هوش بماند. یک مانور های بسیار پیچیده ای خواهد بود که ناسا به آرامی کپسول دراگون رو نزدیک خواهد کرد به ایستگاه فضای بین المللی و در نهایت هم به آرامی و بسیار کند، بدونی که بخواد ریسکی رو به پذیرت، این کپسول داک خواهد کرد یا خواهد چسبید به ایستگاه فضای بین المللی. اون یک روز طول خواهد کشید، احتمالاً فردا در همین موقع زمانی خواهد بود که بالاخره کپسول دراگون چسبید است به ایستگاه فضای بین المللی. اونجا جاییست که خانم مقبلی باید هنر و مهارت خودش رو اونجا نشان بده. در اون مانور بسیار پیچیده‌ای که قرار است دور ایستگاه فضای بین المللی بزند و بچرخد تا دراگون رو به سلامت بتواند بالاخره به ایستگاه فضایی بچسباند، 5-6 ماه هم آنجا خواهند بود. ناسا رصد خواهد کرد خانم مقبلی رو. یک داستان دیگری که من باید خدمتتون عرض بکنم، چون من تجربه حداقل 7-8 پرتاب دیگر رو دارم، خیلی متفاوت از پرتاب های شرکت اسپیس اکس با پرتاب های ناوگان شاتل که حداقل من 2 تاشون رو کاور کردم. شاتل ناسا که توسط دولت فدرال طراحی شده بود و ساخته شده بود، یک کوه عظیم بود واقعا، و وقتی که میخواست پرتاب بشه به خاطر اینکه خیلی حساس بود دستگاه های اون و 2 دفعه هم ناسا سابقه انفجار شاتل ها رو داشت و از دست داده بود 2 تا شاتل رو، خیلی خیلی نگران بودن که اتفاق خاصی نیفتد، بنابراین با کوچکترین مسئله پرواز کنسل میشد. و بعد هم 1 میلیون قطعه داشت شاتل که حرکت میکرد برای اینکه بخواهد که این شاتل رو ببرد به ایستگاه فضایی بین‌المللی و بازگرداند. در مقابل اون اسپیس اکس راکت فالکون 9 هست، شاید واقعا بگویم 1/5 شاتل هم قد و قواره ندارد، جثه بسیار باریکتر، اندام باریکتر. خود من وقتی اولین بار فالکون 9 رو دیدم تعجب کردم، گفتم چگونه است که میتواند، چگونه این موشک بسیار باریک اندام در مقایسه با شاتل میخواهد برسد به ایستگاه فضای بین المللی. اما این خانم ها و آقایان فرق دولت فدرال هست با بخش خصوصی، یعنی دولت فدرال برای اینکه بخواد یک پروژه رو انجام بده بریز و به پاش و تأخیر و هزینه های بسیار سرسام‌آور و تعداد بسیار زیادی مهندس باید کار کنن، ولی بخش خصوصی همون کار رو انجام میدهد. الان اسپیس اکس با تقریبا
تقریباً 1/5 قیمت با نصف هزینه‌ای که ناسا انجام میداد، حتی پدش رو می‌سازد، تعداد مهندس‌های بسیار کمی دارد، فناوری‌های بسیار پیشرفته‌تری دارد و الان هم اسپیس ایکس به نظر می‌آید که یک شریک بسیار مناسب و قابل اطمینان برای ناسا هست، مخصوصاً بعد از اینکه می‌بینیم هفتمین کروی ایستگاه فضای بین‌المللی رو هم با موفقیت از ایستگاه فضای کندی پرتاب کرده است.